هیچ معلوم است من دو ماه کجام؟ مهاجرت بعدی من بعد از قش کجاست؟ اینجا کجاست؟ دو ماه چیکار دارم میکنم؟ پلنم چیه؟ سفرهای آیندم چیه؟ همه رو تو این ویدیو براتون توضیح میدم. دورین دورین دین 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 سلام، چطوری؟ من برگشتم بعد از مدت‌های طولانی نبودن. ای بچه‌ها، ای بچه‌های چنل هنا بکپکر، مرا عفو کنید. مرا عفو کنید به دلیل غیبت طولانی که نبودم. چطورین؟ امیدوارم که حال دلاتو خوب باشه. من دو ماه دقیق نبودم. الان دقیقاً اومدم که توضیح بدم بهتون. یه ذره زمان بهم بدین تا تون تون بهتون بگم داستان چیه. به دلیل مهاجرت مجدد من از قش به رشت و جابجایی و به هم ریختن تنظیم زندگیم، سیستم بدنی، آب و هوا، بارون خیلی شدید شد. من اومدم بقیه حرفامو بالا بزنم. این ویو خونمونه، ریا نباشه. اومدم شالیای بر که من مهاجرت بعدیمو از قش انجام دادم به رشت. حالا چرا یهو؟ به خاطر اینکه تعطیلات عید که شد، من هاستل رو می‌خواستم کلا در بس اجاره بدم. شرایط آب و هوایی هم اونجا واقعا گرم شده بود و خودتونم میدونید من بنا بر هوا آب و هوا محیط زندگیمو عوض می‌کنم. اینجا هم چند تا از دوستان بودم، دیگه اومدم اینجا. خلاصه اینکه الان توی آب خونه هستیم و احتمالاً هم حالا تا آخرای خرداد اینجاییم، چون بعدش هم اینجا هم شرجی میشه به خاطر برنج و اینا و برای تیر مام احتمالاً میرم آفریقا، بعدش دیگه نمیدونم کجا. الان میخوام ببرم روستامون رو نشونتون بدم. واقعا روستای خوشگلی داریم. خود رشتم زیادم دور نیستیم، نیم ساعت، این نیم ساعت واقعا فاصله داریم با میدون شهرداری رشت. بریم اینجا رو بهتون نشون بدم، مطمئنم لذت میبریم، واقعا خوشگله. خونه میشه کل زمینای شالیشون. خیلی خیلی خوشگل. الان بیایم ببینیم ما هم دیگه این شالیا رو نشونتون بدم. برنجا رو که داشتن درست میکردن، از همین آقایی که حالا ما تو خونه‌شون داریم زندگی میکنیم، میگفتش که اسمش برنج نبوده، بارنج بوده، و به خاطر اینکه انقدر سختی و واقعا کار سختی بوده و باید مراقبش باشی، این برنج نبوده، بارنج بوده. بعد تو مرور زمان بهش گفتم برنج. این زمینه که پشت ما میبینید انقدر مرتب لاین لاین کاشته شده، اینا روش جدیده، با ماشین کاشت انجام میشه. یعنی ماشین خطی رو در نظر میگیره کاشته میشه. الان نصف زمینا اینجوری کاشته شده، نصف زمینا به همون روش قدیمی که خانم ها می اومدن شالیو میکاشتن. و میدونین دیگه کل فرایند قبل برنج که تو خزانه و رطوبت و هوا و اینجور چیزا نگهش میدارن، بعد که یه تایم به اینقدر شالی میرسه که دوباره میخوان تو زمین بکارن، میگن فقط باید خانم ها بیان. چرا؟ چون اعتقادشون بر اینه که شالی و اگه خانما بکارن خیر و برکت داره و باید به وسیله زنها کاشته بشه تا برنجشون محصولشون پر خیر و برکت باشه. الان این زمینی که پشت سر منه میبینین دیگه خیلی لاین لاین نیست، اینو خانما کاشتن. بعد هزینه ای هم که به خانما میدن، مثلا یه روز اومدن از صبح تا بعد از ظهر، الان پرسیده گفتش که دستمزد 800 هزار تومان نفری با غذا و رفت آمد و اینا، دیگه یک و صد برای یه روز کاری بهشون میده. حالا من هم یه تیکه بهم یاد دادن باشون کاشتم. واقعا سخت، کل تایم رو باید اینجوری خم میبودیم. پارسال اینجوری گفتن که وقتی برداشت کردم برنجاشونو، بعد دولت برنج ارزون هندی و پاکستانی وارد کرد، بعد اینا دولت برنج ارزون وارد کرد و اینا خیلی ضرر کردن، چون دیگه کسی برنج اینا رو نخرید و همه رفتن برنج ارزون خریدن. یعنی باشون صحبت کردن میگفتش که هر کدوممون 100 میلیون اینا ضرر کردیم. امیدوارم که امسال دیگه اینجوری نباشه براشون. دعا کنین زمیناشون پر خیر و برکت باشه و فروش خوبی داشته باشن، چون واقعا زحمت کشیدن براش.
درختامون خدایی خیلی خوشگله. تمام اطراف این ورمر رو فصل باقالی بود کاشتن، الان دیگه باقالی تموم شده، تقریبا دارن میکنن، یه چیز دیگه میکارن، فصل چیزایی که توی تابستون در میاد. این گاوی که دیدین اسمش گاو برزاست، هر خونه یه دونه این گاوه داره. جالبه که بدونی این گاوا گاوای جنگجوان، هر چند وقت یه بارم مسابقه برگزار میشه که همون شرط بندیه دیگه، میرن گاوا رو میندازن به جون هم دیگه، هر گاوی برنده بشه دیگه شرطو برده. و اینجوری هم که از صابخونمون شنیده بودم شرط بندیای سنگین میلیاردی و اینا انجام میشه. حالا قرار شده مسابقه شده، به من خبر بده، من برم براتون ویدیو بگیرم. باقالی‌ها رو کندم. آقا نگین چرا بدون اجازه کندی اینجا، واسه یه خانومی بود همسایه‌مونه. داشت بهم گفت هر موقع خواستی بکن. حالا اولین بارم هست اینقدر کندم. همیشه موقع پیاده روی که میام یه دو سه تا میکنم چیز میکنم. حالا اینا رو این سری زیاد کندم که حس خوبش رو به شما هم بدم که باقالی اینجوریه. وگرنه حالا نگین رو داری میری از مال همسایه آور میداری، میگه اولین باره. حالا خودش اجازه داده خانم. خونه ها هر چقدر که فضا داشتن حداقل انقدر باغچه رو از جلوی خونه شون استفاده کردن، سعی کردن یه چیزی رو بکارن. چی براتون پیدا کردم؟ ببینین از اینا نباید میکندم، از این آلواست. ببینین این آلواست که بزرگ میشه قرمز میشه، باش آلو چه درست میکنم. من نرسیده باید نرسیده داشتم از زردالو میده. خوبی مادا جایی خوش آمد بکنم. لازمه چسبیده اصل برنجکاریه و روستای ما خب بیشتر زمیناشون هم برنجکاری و شالیه. حالا ولاگ کامل از مرحله اول کاشت برنجو براتون گرفتم که اونو یه ولاگ جدا میذارم، ولی واقعا حس و حال کاشتنشون خیلی قشنگه و خیلی خیلی سخته. حالا میگم تو اون ولاگ میبینید که واقعا چه زحمتی میکشن برای این برنجو. اگه میخواییم برنج بخریم بیان اینا بخریم، گناه دارن، خیلی زحمت میکشن براتون. سمت روستا یعنی این جاده که وسط روستامون رد میشه، اونور بیشتر شالیای برنجن، اینور این حالت رودخونه رد میشه، از اول تا آخر روستا میره که بیشتر آبیاری زمین هم از همین و های چا تامین میشه. البته بارون اومده این شکلی شده، قبلا خیلی تمیز و شفاف بود. البته پر لاک پشته، لاک پشته تو این زندگی میکنن، لاک پشته نباید برن تو شالیه برنج، میرن برنجو میخورن. همین هی باید حواسشون باشه لاک پشته نرن تو زمین برنجا، لاک پشته ها نریزن تو قیمه. بعضی از خونه ها خیلی خوشگله، روستامون خیلی خوشگله. من این روستاهای اطراف خیلی رفتم، میخواستم خونه هاشو ببینم و اینا. واقعا این روستایی که ما هستیم جز خوشگل ترین هاست. حالا درسته خونه هاش دیگه بافت قدیمی و اینا نیست، خب میدونین یه سری بافتای قدیمی مخصوصا تو آب و هوای رشت به خاطر رطوبت خونه ها خیلی زود خراب میشه، اینا هی مجبورن بازسازی کنن. برای همین خونه های قدیمی مثلا آبی خونه اینا دیگه نیستش، خونه ها سبک جدید شده. روستامون هم یه حالت اینجوریه که سوپر و اینجور چیزاست دیگه، میام از اینجا خرید میکنیم. اینا برنجه که میان اینجا میکوبن میفروشن، از این خالیا میگیرن میان اینجا میکوبن. فصلشه اینا رو کامل براتون میگیرم. خونه است، خیلی جالبه تو روستامون من 3 تا از این قهوه خونه است، یعنی رست دارن از بعد از ظهر به بعد آقایون میان اینجا میشینن، بعد املت و چای و اینا خیلی بامزه. یه ذره هوا تاریک‌تر بشه دیگه همه میان اینجور جا میشن، یعنی تو همین یه ذره روستای ما 3-4 تا از اینا هست. خونه پشت سر ما رو ببینید، خونه همسایه‌مونه. من داشتم ویدیو میگرفتم، شما دعوت کرد بیام داخل حیاطش بگیرم. خیلی خوشگلن خونه هاشون، ولی خودشون انگار زیاد برشون عادی شده دیگه، زیاد دوستش ندارم. برای ما خیلی عجیبه، خوشگله، دقیقا شبیه کلبه چوبی ها میمونه. ما فقط ببین
کجا چی کاشتن، یعنی انقدر خاک پیدا میکنن چیزی میکارن و جالب در میاد. اینجا هر چی بریزی رو زمین فردا در میاد. سر دیگه مونده که برسن کامل. چند تا شده اینقدر رسیدن؟ فکر کنم بمونه که کامل قرمز جه. مطمئن نیستم چیه، فکر کنم از این آلو زرد است، مزه‌ایه، هنوز نرسیده. بارون هم گرفت، چند روز از صبح داره بارون میام، بارون خشکه. پیاده روی میام میشم. آیه سری به اینا میزنم. احسا آشار. چیزی که جالبه ما تو روستامون سطل زباله نداریم. اولش من هم گفتم چرا نداریم، بعد که پرسیدم مثل اینکه از طرف شهرداری گیلان اومده توی روستاها سطل زباله ها رو جمع کردن به این علت که خواستن خود روستایی ها زباله هاشون رو مدیریت کنن، تفکیک کنن و مثلا زباله ترا رو دفع کنن که کوت بشه، زباله خشکا رو بسوزونن و پلاستیکا هم حالا بفروشن یا هر چیزی. بعد جالبش اینه من اولا نمیدونستم، یه روزی زباله ها رو آوردم گفتم یه سطل وسط روستاست، اومدم گذاشتم تو سطل وسط روستا. چند روز بعد خانمه اومد جلو در خونه به بچه‌ها گفتش که این دوستتون دختره اومده زباله هاش انداخته اینجا، دیگه زباله نندازید. خلاصه اینم کار قشنگیه که زباله ها رو مدیریت کنیم، ولی کاش قبلش آهنگسازی بشه، یاد بدن که زباله رو چیکار کنن. الان یه ذره این روستامون داره کثیف میشه، یه کوچولو دارم که مدیریت بشه. اینجا کوچه یکی از جای مورد علاقه منه که هر روز که میام بیرون این کوچه رو تا آخرش میرم، خیلی خوشگله. خورجه سبز یا آلوچه سبز میگین شما؟ اگم براتون جا خوش مده، اگه با سر نرم تو بای. آقا اینقدر کندم دیگه، اینقدر حلاله که ببینم برای بچه ها گناه دارم. خوشمزه بود، دارم داری من نبرم. یه نوع مار دارن میگم مار خونگی، توی شالیاشون هم زیاده، زیاد دیدم، ولی نیش نمیزنه، حیوانام نمیخوره، چیزای خیلی کوچولو. نگران مرغ و خروسامون بودم، گفت نمیخوره. اینجا هم فکر کنم پره، یه ریز دارم میخوام. من میام بیرون ها هر چی که لبه درخت ها میبینم میخورم. میکنم رسیده نمیسیدم. درخت هلوه اینجا هم به زهره شونه، چون اینجا همه فامیلن، این روستا همه هم دیگر میشنسن، زهرهای فامیلی شونه دیگه. هر روز عصری من اینجا رد میشم یه فاتحه میخونم، دو رفتگاه همه رو بیامرزم. این خونه همسایه دقیقا روبروی ماست، جز قدیمی ترین خونه هاست و خونه های خان بوده دیگه، خونه های خانه که این شکلیه، مثل آبی خونه ماست. جون میده بازسازی بشه، اقامتگاه بشه. اگر توان مالی دارین بیای خریداری کن، فروشی نیست. این هم دختر همسایه هم و خانم یاسه. بردم دفعه نباشه تو بیا. سلام. سلام، حالا شما ممنون بچکر. به نقاشی چی کشیده؟ آپارتمان کشید، نه خورشید و ابر و... یعنی آپارتمان رو دوست داره. همیشه آدم ها قدر چیزی که دارن رو نمیدونن. دیگه اینجا به من ثابت شد از دست یاس خانم. من برم عزیز، خدافز، مراقب خودت باش، فصل از طرف یا خونه ما، خدافز. ولاگ کامل آبی خونه بر روستای قشنگ ما، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، لذت برده باشی و اگه دلتون میخواد به زودی زود برین توی روستای خوشگل زندگی کنین. حمایت یادتون نره، لایک، سابسکرایب، کامنت به هم انرژی بدین. اگه خوشتون میاد به دوستاتون معرفی کنین، دوستتون دارم.
البته بگین چه نوع ولاگایی رو دوست دارین تا همون ولاگا رو بیشتر براتون تهیه کنم. مراقب خودتون باشید تا ولاگ دیگر.